روز جهانی کودک است و برای همه کودکان نازنین این روز تبریکی میگیم و ما هم امروز شگوفه های نازنین، کودکان توانا و با استعدادی را داریم در برنامه، همراه خودشان سلام و کلام و راجع به کارها و فعالیتاشان صحبت میکنیم و مهمانی بخش ما هورا جان و زینب جان است، همراهشان بیشتر صحبت میکنیم. سلام هورا جان، صحبت بخیر، خیلی خوش آمدی. با سلام و درود خدمت شما، همکاران شما و کسانی که ما را از طریق تلویزیون زیبای راه فردا بیننده هستند. این جناب هورا حیدری، متعلم صنف ششم از مکتب معلم، مهمان برنامه امروزی شما هستم و همچنان روز جهانی کودک را با تمام کودکان جهان به خصوص کودکان سرزمینم تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. بسیار عالی، خیلی خوش اومدی. و همچنان زینب جان، صحبت بخیر. صبح شما بخیر. خیلی خوش اومدی. یک سلام و کلام امروی کسایی که خودت می‌بینه داشته باش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران شما و کسانی که بیننده تلویزیون راه فردا می باشد. زینب نوری هستم، متعلم صنف سوم از مکتب خصوصی معلم. از طریق برنامه شما روز کودک را به کودکان سرزمین خودم و تمامی کودکان جهان تبریک عرض می دارم. آفرین، تشکر. خب ما دیگه ما خاطرم امروز روز کودک به هورا جان و زینب جان تبریک می گیم. خب هورا جان، صنف چند هستی خودت؟ من؟ صنف سه. صنف سوم هستی. خب در درس ها چه رقم، کدام مضمون سخت داری یا نه کل مضمون ها تو برای زینب جان آسان است دیگه؟ بله آسان است، آفرین. بله، همچنان هورا جان خودت گفتی صنف ششم هستی، درست؟ با چندم نمره هستی؟ گروپ الف هستم. گروپ حلیف، امی امتحانات در کل بر خودت چگونه سپری شد و چقدر آمادگی داری بر امتحان سالانه؟ امتحانات خیلی برم خوب و خوب و عالی گذشت و برای امتحان سالانه آمادگی خوبی دارم. 100% دیگه آماده هستی؟ مطمئن هستی که دوباره در گروپ الف میری؟ انشالله. ما هم امیدوار هستیم که هورا جان ما در گروپ الف بره. و همچنان زینب جان، زینب جان خودت دیگه تو در درسات لایق هستی، بعد در خانه که همراهت کمک میکنه بعد مشکلات خرد و ریزه که بر خودت پیش میاد در درس ها؟ مادرم و پدرم. مادر جان و پدر جان تمرای خودت کمک میکنه. بعد خواهر کوچکتر، برادر کوچکتر از خود داری؟ خواهر کوچکتر دارم، برادر نه. باز امروی او خودت کمک میکنی؟ نه کمک نمیکنی، کمک خودت مونی. آفرین، دختر عالی است که همیشه وقتی که باید کمک ما دو طرفه باشه، یعنی وقتی پدر مادر بر خود ما کمک میکنه چون بزرگتر از ما هست، ما باید امروی کسی که از ما کوچکتر امرویش کمک داشته باشیم، یعنی؟ بله دقیقاً. آفرین. خب باز زینب جان چقدر آمادگی گرفته برای امتحانات سالانه خود؟ من آمادگی زیادی دارم. آمادگی زیاد داره، آفرین. یعنی مضمون‌ها رو دیگه پیش از پیش کلاً خواندی، بر شب امتحان نمونده دیگه؟ بله. آفرین. باز در کدام گروه هستی دستن؟ گروه الف. باز دستن کدام کس رقیبم داری که مثلا رقابت داشته باشه که جای تو رو نگیره؟ نه رقابت نداری دیگه، فقط اونقدر درس میخوانی تا پس در گروپ الف باشی دیگه. آفرین. بله دقیقاً. فروزان جان، شاید امیال دوستایی که در کمره ما را تماشا میکنه متوجه شده باشه که در سر میز ما یک تا مارکر و یک تا ورق هم هست. بله. بر ما استاد هورا جان گفت که هورا جان یک ذهن آزمایی بر ما انجام میده. ما یک عدد در روی ورق نشته میکنیم ولی بر خودش نمیگیم. بعد هورا جان دیگه امرای ما یک گیم انجام میده و او عددی را که ما در روی ورق نوشتیم و بر ما دوباره میگه و تشریحات میته. آماده استی هورا جان امروی ما همچون گیمی را انجام بدی؟ بله. فروزان جان خودت نشته میکنی یا من نشته؟ خب من یک عدد در روی ورق نشته میکنم. اینجا من در هورا نیستم. یک عدد بین یک الی بیست. یک الی بیست. خوب است؟ درست، من یک عدد در خود انتخاب کردم. خب عدد را که انتخاب کرده اید جمع پنج کنید. درست. ضرب سه کنید. ضرب سه کنم، درست. منفی 15 کنید. منفی 15، درست. عددی که به دست آوردید به من بگید که عدد ما بر خودت بگو. عددی که ما بهش خود انتخاب کرده بودم را حاصلش را بگم بر خودت. ما عددی را که انتخاب کرده بودم 15 بود و عددی را که ما دوباره به دست آوردم 30 هست. خب 30 دوباره تقسیم دو میکردم 15 بر ما میامد. ما 15 گرفته بودم، درست؟ خب. و تو بر ما گفتی ایرا جمع 5 کنم، 20 شد نه؟ بعدی 20 گفتی
ضرب 3 کنم چند میشه؟ 20 ضرب 3 کنم 60. 60 تا که تقسیم کنم چند میشه؟ 60 منفی 15 میشه 45. خب 45 تقسیم 3 میشه 15. بسیار عالی، آفرین دختر توانایی که حتی ذهن ما را کاملا خان دیگه به گفته آمیانه ما، و خان دختر توانا و استعدادی هست. بعد فروزان جان خودتا میگه انجام میتی؟ انجام بتیم؟ بله، یک بار خودتا انجام بتی. خب دوستا من یک عدد روی ورق نشته کنم، از یک الی 20 باشه دیگه. درست. خب عدد را که انتخاب کرده اید جمع 5 کنید. خب از ضرب 3 کنید. هم منفی 15 کنید. منفی 15. خب حالا عدد را که به دست آورده اید باشه من 15 کنم. بله فروزان جان هم دیگه منفی 15 کرده رئیس. خب عدد را که به دست آورده اید به من بگید که من عدد که شما در نخست انتخاب کرده اید به شما بگم. 16. خب 16. شما در جمع تفریق اشتباه نکردیم؟ حاصلش رو بگیم دیگه نه؟ آه. خب خاطره جان پس اثر بریم؟ اثر بریم فروزان جان. جمع 5 کنیم. ما را هورا جان گیج می سازه. دیگه دفعه خوب فکر ما رو بگیریم که نه تانا جواب ما رو گفته. خب جمع 5 کنیم. عددی که من انتخاب کردم دیگه. بله. خب ضرب 3 کنید. خب در آخر منفی 15 کنید. آها شد. چند جوابش رو به من بگید؟ 6. 6 شما دور انتخاب کردید. آفرین آفرین. واقعا تشویق کنیم و هورا جان آفرین. هورا جان ما واقعا قابل تشویق ما هست و همچنان بیننده های خوب ما که همیال بیننده برنامه ما هستن. واقعا دختر توانایی هست که واقعا ذهن ما و فروزان جان در کل خواند. زمان که ما یک عدد در دل ما انتخاب کردیم پیش خود ما بود، در صورت که ما به هورا جان نگفته بودیم ضرب و تقسیم و منفی کرده. دیگه این یک نوع استعداد است. استعداد بخصوص در عرصه مضمون ریاضی باید خوب کوشا باشی، خوب لایق باشی که بتانی همچون سوالاتی را جواب بدی. واقعا دختر توانایی هست که ما قسمی که ما تشویق کردیم امیدوار هستیم شما هم تشویق کرده باشین و امیدوار هستیم همیشه بدرخشه و موفق و موفق تر باشه برای ما. همچنان زینب جان نوری. زینب جان خودت بر ما امروز چی آوردی در برنامه؟ من شعر دارم. بله. شعر دارم. بله. خاطره دارم دیگه چیستان و فکایی. بسیار زیبا. چقدر چیزای مفید از هر بخش دیگه زینب جان امروز بر ما آورده. خب زینب اول کدامش بر ما بخونه؟ شعر بخونه؟ دکلمه میخونی؟ کدامش خود در علاقه داری؟ هرچی دل شما. خب به دل ما مانده. نه امروز روز کودک است، هرچی به دل خودت باشه. خب من یک چیستم. باشه. امروز دیگه در کل یه شاگردان میخوایم ما و خاطره رو با چالش بکشن. دیگه امیدوار هستم بتانیم از چیستان خود درست جواب بدیم. خب چیستان تا بر ما بگو؟ خواهید جفت کبوتران ابلق از تن جدا جدا معلق، پرواز به آسمان نماید از خانه خود بیرون نیاید. آها یک جفت کبوتران ابلق هستند در عوام معلق. حتما خاطره جان تا جایی که فکر میکنم شاید چشم باشه. هست مچم از خودش پرسان کنیم مزا خود چشم باشه. آه. بسیار عالی. بسیار عالی. خب چستان زینب جانم ما جواب دادیم. زینب خواب باز ما رو چی توفه میتین ما چستان خواب جواب دادیم دیگه. یک شعری؟ شعر. زیبا آفرین. بشنویم شعر از زینب جان. خب درباره معلم خیر. معلم بنده خاص خدا شد، به فرمان خداوند رهنما شد. معلم وارث پیغمبران است، سفیر صلح ختم انبیا شد. معلم با بسم الله تکوین و با قرآن ناطق آشنا شد. و شیطان لعین نفرین فرستاد، چنین در فکر خدمت روی پا شد. شروع درس او با نام خالق، او هم پیمان راه مصطفی شد. سرود شعر باران فرش راهش، قدومش جان بخش مثل ما شد. معلم دادگاهی انقلابی،
به فرمانش حق از باطل جدا شد. چون مردان خدا ایثار می کرد، او صاحب اختیار نسل ما شد. تعلم داشت می سخت خاطر ما، ز اقرا گفتنش جانها رها شد. بسیار عالی، ز اقرا گفتنش جانها رها شد. واقعا یک شعر بسیار عالی که راجع به معلمش خواند. خودت معلم تا چقدر دوست داری؟ زیاد. زیاد مثلا چقدر زیاد؟ زیاد مثلا ما اقدارم چقدر زیاد خودت دوست داری؟ اقدار زیاد، یعنی خیلی معلمش دوست داره دیگه. خب هوره جان بر ما میگه فروزان جان، این چالش را که امرای ما خودت انجام داد، این هوره جان از کجا یاد گرفتی؟ با کمک و تلاش، با کمک استاد خانواده و با انگیزه ای که مادر پدرم به ما داده بود. بله بسیار عالی. خب هوره جان، این چالش کدام فرمول داره یا نه فقط اموره که عدد تو در ذهن خود با کدام عدد مثلا جمع تفریق میکنی؟ خب هر عددی را که بین 1 تا 20 را انتخاب کنیم، جمع 5 ضرب 3 و در آخر منفی 15 کنیم و تقسیم 3 کنیم، هر عدد را که بین 1 تا 20 انتخاب کنیم همان عدد را که انتخاب کرده بودیم پیدا میشه. فروزان جان، این فرمول هوره جان ما خودت بگیریم، اما تو کار کرده بریم تا بتانیم این رازی را کشف کنیم که دقیقا چه رازی در این فرمول هوره جان بود. هوره جان دیگه خودت بر ما چی آوردی؟ بر ما گفتن داستان هم داری. داستان دارم. داستانت راجب چی است؟ راجب به کودک است که میخواهد یک ساعت کاری پدرش رو بخره. بسیار عالی. از موضوع خیلی جالب معلوم میشه. خب میشنمیم هوره جان، داستان خود رو شروع کن. خب یک مرد همیشه دیر وقت از سر کار برمیگشت. یک شب نیز خیلی دیر وقت از سر کار برگشت. از سر کار که برگشت، کودک 5 ساله اش را دمیدار دید که منتظر او بود. بعد از سلام احوال پرسی، پسر به پدرش گفت پدر جان، می شود از شما یک سوال بکنم؟ پدر گفت که بله حتما. پسر گفت که یک ساعت کاری شما چقدر است دقیقا؟ پدر میگه که به تو چی؟ تو را کار نیست. بعد پسر بعد میگه که پدر میگه که تو چی کار داشتی؟ پسر میگه که فقط میخواستم بدانم. پدر میگه که اگه میخوای بدانی $20. و پسر میگه که پدر $10 به من قرض میدهید. پدر میگه که خب چرا میخوای $10 بگیری؟ من شبانه روز برایت کار میکنم، برایت نیز اسباب بازی نیز میخرم، تو میخوای اسباب بازی ناقص بگیری؟ و میگه که زود برو در اتاقت. پسر نیز در اتاق خود میرود. بعد از یک ساعت اعصابم پدر کمی خوب آرامتر میشود و به خود فکر میکند، میگوید که من با پسرم کمی بد رفتار کردم. میرود در اتاق پسرش که به او کمی دلداری بدهد. میرود میگوید که پسرم تو خواب هستی؟ پسر میگه که نه پدر، من خواب نیستم. پدر میگه که من هم بگیر همون $10 که کار داشتیم. پسر میگه که پسر چند اسکناس مچاله نیز از زیر بالشت خود در می آورد و میگه پدر تشکر. خب پدر باز قهر میشه، میگه که خب تو خودت پول داشتی اما از ما بازم خواستی. پسر میگه که من پولم در آن وقت کافی نبود و حالا کافی شدم. $20 رو به پدرش میدهد. میگه که پدر میشود که از یک ساعت کاری شما رو بخرم و فردا شما زودتر بیایید به خانه، میخواهم با شما شام بخورم. خب نتیجه از این داستانی است که باید برای اطفال هر سوالی که میکنن جوابش رو بدهیم و با قهر با آنها صحبت نکنیم و با آنها شفقت مهربانی داشته باشیم. بسیار عالی، واقعا یک داستان عالی، همچنان آموزنده ای که هوره جان بر ما تعریف کرد. واقعا ما باید بعضی اشتوکا کودکا را میبینیم خیلی حس کنجکاویشان زیاد هست، همواره در هر چی سوال میکنه، حتی وقتی که ما در روی ورق مینویسیم میگه چرا نوشتی، چی نوشتی تو. بعضی هست با عصبانیت جواب میده، اما این کارشان اشتباه هست. و قسمی که هوره جان بر ما تعریف کرد، ما باید با اطفال تا میتانیم
با شفقت و مهربانی صحبت کنیم، چون آنها امیش رفتار ما هست که سر اونا تاثیر میمانه، الگو برداری میکنه و باعث میشه اگه ما همیشه بروی اونا با لحن تند جواب بدیم، زشت کچان رویه کنیم، در آینده خیلی روی روحیشان تاثیر میکنه و باعث میشه عقده ای به بار بیاین. و خیلی خوب است که ما همیشه با آنها ملایم و متو نرم با شفقت رویه کنیم. بله خاطره جان، که مثلا رفتار خانواده هر شخصی که با یک کودک رفتار میکنه خیلی تاثیر داره روی از کودک، میتونه حتی در آینده هاش مثلا میتونه مضر باشه یا که مفید باشه. فعلا طفلای فعلا هم خیلی حس کنجکاوی بالا دارن، یکی از استعدادهای طفلای فعلا هست که مثلا حس کنجکاوی بالایی دارن، در هر موضوع سوال میکنند و سوال هم میپرسن. و فعلا هم از زینب جان میشنویم دیگه. خب زینب جان، شعر خواندی، چستانم گفتی، فعلا چی داری بر ما؟ فکایی داره. چقدر خوب دیگه خاطره جان، امروز زینب جان بر ما فکایی داره، چستان خان زینب بر ما و همچنان شعر خواند. با خوره جان ما چالش انجام دادیم و یک داستان زیبا را هم خوره جان بر ما خواند. فعلا هم بعد از اینقدر برنامه یک فکایی زیبا را زینب جان میشنویم. خب زینب، روزی استاد داخل صنف بوده، پای یک حیوان را دست خود گرفته، از شاگرد پرسیده، گفته ای نام از این حیوان چیه؟ ای جواب هر چی چور زده داده فکرشی نمادم. باز از وقتی استادش گفته که نام چیه که ما تو یک صنف بودم، باز این شاگرد پای خود بالا میکنه، میگه که از پای من میفهمه که نام چیه. بسیار زیبا گفته امیانه ما فروزان جان، امو سوال امو جواب، واقعا یک فکایی بسیار عالی زینب جان. فکایی یعنی بخی استیدیو دیگه ما خاطره را شاد کردیم. دقیقا واقعا دیگه ما کلان انرژی گرفتیم از این فکایی که تو بر ما گفتیم، ما خنده کردیم دیگه، واقعا انرژی گرفتیم تا ما آخر روز دیگه ما تو بار پر انرژی می باشیم. زینب جان یک تا فکایی آوردی یا چند تای دیگه هم هسته؟ یک تا. وظیفه بعدی انشاءالله از زینب دعوت کنیم که فکای بیشتر بیاره. بله خب بسیار عالی، خیلی سپاس هست هر دو تایتان دخترای توانا و با استعداد. در اخیر پیام های شما را می داشته باشیم. نخست هورا جان بر ما میگه. خب پیام ما برای دوستان و کسانی که ما را از طریق برنامه شکوفه های فردا میبینن این است که همیشه درس بخوانن و امید خود را هیچگاه از دست ندهن. بله. و همیشه همت بلند داشته باشید. خب پیام از زینب جان میشنویم. زینب خب پیام من به تمامی هم نسلان امین است که تنها راه پیشرفت برای کشور درس خواندن و باسواد شدن است، پس ما باید تلاش کنیم و درس بخونیم. بسیار عالی، خیلی خوش آمدین، خوشحال شدیم. خوش باشید، سلامت باشید.